خانم ها آقایان، درود بر شما. به عنوان خبرنگار مستقل در خدمتتون هستم و این خبرها ارتباطی نداره با هیچ رسانه‌ای. سه‌شنبه 13 آذر هست، 4 دسامبر. معمولا شنبه ها برنامه لایو داریم، مگه اینکه اتفاق خاصی در راه باشه. تحول مهم میخوام بهش اشاره کنم. قبل از چند خبر، تظاهرات دانشجویی که شروع شده پیشاپیش روز دانشجو، مسئله بسیار مهمی که این تظاهرات رو متمایز و متفاوت میکنه از قبلی ها، از سالهای قبلی، همبستگی دانشجویان با کارگران هست. کارگرانی که از حدود یک ماه پیش، 25-6 روز قبل شروع کردن به تظاهرات و اعتراض حق طلبانه برای حقوقی که پایمال شده توسط کارفرمایان وابسته به جمهوری اسلامی. دانشجویان در دانشگاه های مختلف از تبریز گرفته تا تهران و شمال، در دانشگاه های مختلف تظاهرات اعتراضی برگزار کردن، برنامه دارن برای تظاهرات اعتراضی دیگه فردا و پس فردا روز جمعه. البته روز جهانی دانشجو هست، ولی پیشا پیش این اعتراضات شروع شده. با همه تدابیری که در نظر گرفتند نتونستند در واقع جلوگیری بکنند. همبستگی دانشجویان با کارگران به مثابه پیوند مغز با بازو هست، و در صورتی که بقیه اعضای این پیکر به هم بپیوندند، یعنی مردم، در صورتی که مردم هم بقیه به این اعتراضات بپیوندند، پازل تغییر در سراسر کشور تکمیل میشه و این خیلی مهم هست. به همین دلیل در فراخوان هایی که خود دانشجوها دادن، در برنامه هایی که برای اعتراض دارند، در فردا و پس فردا حتما شرکت بکنید. هر کسی در هر شغل و در هر منصبی هست، لازمه که حمایت بکنه از این اعتراضات، برای اینکه پازل تغییر شکل بگیره. مغز با بازو پیوند خورده، باید بقیه اعضای بدن هم تکمیل بشه. دشمن هم بیکار ننشسته. جمهوری اسلامی تمام سعی و تلاش خودش رو به کار بسته. حالا به این بخش توجه کنید که با مشورت با همکارهایی هست که در درون سیستم جمهوری اسلامی هستند. چه برنامه‌ای دارن؟ جمهوری اسلامی چه برنامه‌ای داره؟ میخواد چه کار بکنه؟ بدون شک همه شما میدونید که خیلی از مقامات جمهوری اسلامی با صراحت در مورد سقوط صحبت میکنند و خیلیا نقش مخالف، منتقد و دوستدار مردم رو دارن به خودشون میگیرن. شرایط به نحوی هست که میخوان این پیام رو به مردم بدن که همه مثل هم نیستن در جمهوری اسلامی. در جمهوری اسلامی آدم خوب هم، یعنی مقام و مسئول خوب و غیر فاسد هم وجود داره، مسئولی که همدل با مردم هست. نخستین مسئله‌ای که اینها میخوان انجام بدن سیاستی است که از بیت آقای خامنه‌ای اعمال شده. در اوج ضعف و ناتوانی خودشون رو پرقدرت نشون بدن، در شرایطی که همه درها به روی جمهوری اسلامی بسته شده، وضعیت اقتصادی، همه شاهد هستیم که چه اتفاقی داره میفته. من در ادامه توضیح میدم که کارخانجات یکی پس از دیگری دارن از کار میفتند و اونهایی هم که از کار نیفتادند افق بسیار تیره و تاری پیش رو دارند. در چنین شرایطی خودشون رو پرقدرت نشون میدن. همین امروز آقای روحانی در شاهرود شاهد بودید که تهدید کرد، تهدید بزرگتر از گذشته. آمریکا رو تهدید کرد که ما اجازه نمیدیم مثلا نفت از خلیج فارس خارج بشه. خود آمریکایی‌ها البته جدی نمیگیرن، چون هم توانمندی جمهوری اسلامی رو میدونن، هم توان نظامی خودشون رو. ولی این مصرف داخلی داره برای جمهوری اسلامی. چه مصرفی؟ اینها میخوان بگن که ما مقتدر هستیم، اتفاقی نیفتاده، تأثیری نداشته تحریم ها، و مسئله سقوط مسئله ای هست که ضد انقلاب مطرح میکنه. به اون دل خوش نکنید. همه طرفداران جمهوری اسلامی تهدید آقای روحانی در فروردین ماه رو به خاطر بیارید. در فروردین ماه گفتن اگر امریکایی ها از برجام خارج بشن، ما در 24 ساعت از برجام خارج میشیم. رهبر جمهوری اسلامی خیلی محکمتر صحبت کرد، گفت اگر اونها پاره میکنن ما آتیش میزنیم برجام رو. ولی در عمل همه شاهد هستیم که دارن متوسل میشن به زمین و زمان، به بریتانیا، به فرانسه، نامه‌نگاری به سازمان ملل، به شورای امنیت که هر طوری هست حداقل آمریکا خارج شده، اروپا، شما در برجام باقی بمونید، و التماس میکنن به اینکه بقیه کشورها در برجام باقی بمونند. این تهدیدها هم از همون دست تهدیدها هست، و البته خوشبختانه خیلی‌ها دیگه این تهدیدها رو اصلا
جدی نمیگیرن. مسئله بعدی که خیلی ساده میخوام خدمتون عرض کنم و لازمه همه این رو بدونن، امیدوارم این رو شیر کنید که بقیه هم بدونن، حاصل مشورت با تعداد زیادی از افراد داخل کشور و منابع اطلاعاتی هست که در اختیار آوا تودی قرار داده شده. نظام جمهوری اسلامی نظامی هست که پوسته‌ای داره، اول این رو بگم، و هسته‌ای داره از دو نهاد بسیار مهم، انتصابی و انتخابی تشکیل شده. انتخابیش رو همه میدونید، ریاست جمهوری، مجلس، شوراها و چند نهاد دیگه. انتصابی چهار دسته هستند که در واقع ارکان اصلی ماندگاری جمهوری اسلامی هستند، همه تحت نظر جمهوری، رهبر جمهوری اسلامی یعنی آقای علی خامنه‌ای هستند. چهار قدرت انتصابی، قدرت خامنه‌ای در این چهار نهاد هست. یکیش سلاح در دست آقای خامنه‌ایه، یعنی فرمانده کل قوا هست، سپاه، حتی ارتش، ناجا، بسیج به فرمان علی خامنه‌ای عمل می‌کنند. تمام فرماندهانشون تحت نظر و نظارت بیت آقای خامنه‌ای هستند. دومی تبلیغات جمهوری اسلامی هست، صدا و سیما، کلیه کانال‌های تبلیغاتی در اختیار جمهوری، رهبر جمهوری اسلامی هست. چشم و گوش نظام، نهادهای اطلاعاتی به طور کلی، چه اطلاعات سپاه، حفاظت اطلاعات و چه وزارت اطلاعات که ظاهرا در درون دولت هست، وزیر اطلاعات جزء وزرایی هست که باید حتما توسط بیت آقای خامنه‌ای تایید بشه و قابل قبول باشه. و چهار هم زندان‌ها و قوه قضاییه هست، نهادی که به طور کلی تحت نظارت رهبر جمهوری اسلامی بوده و هست. یعنی کلید زندان ها هم در دست آقای خامنه ای هست. سرکوب ها، تجاوزی که در زندان ها صورت گرفته، مستقیما توسط بیت رهبر جمهوری اسلامی از اونجا دستور میگیره. حالا در این شرایط ما رئیس جمهوری داریم که آقای حسن روحانی، که ذاتاً پست رئیس جمهوری یک پست فرمایشی و تا حد زیادی به قول خاتمی از خودشون که کارچاق کنه رهبر هست، و دولت بی اختیاری که در نظام جمهوری اسلامی، در قانون جمهوری اسلامی تدوین شده، در رأسش حسن روحانی هست. فرقی که حسن روحانی حتی با احمدی نژاد و آقای خاتمی و حتی رفسنجانی داره که این هست که حسن روحانی از پله نهادهای انتصابی به رئیس جمهور رسیده. یعنی چی؟ یعنی روحانی مستقیما در ابتدای نظام تا به حال همش در نهادهای انتصابی زیر نظر رهبر بوده. خودش در کتاب خاطراتش نوشته که با توصیه آقای خامنه‌ای وارد ارتش شد، بعد از اون در شورای امنیت ملی، در مجمع تشخیص مصلحت نظام و تا اینکه رئیس جمهور شد و سر بسیاری رو کلاه گذاشت، با شعارهایی که داد، وعده هایی که داد، هم شاهد اون هستن. حالا فریب بزرگی که در راه چی هست؟ اینها در چنین شرایطی اومدن تأکید میکنن بر سیاستی که سیاست در واقع کهنه و دیرینه ای هست و بسیار مهمی که همه مردم ایران این رو بدونن، در مورد اون اطلاعات کافی داشته باشن. در این سیاست که در واقع نشأت گرفته از روش حکومتداری استعمار انگلیس در هندوستان هست، دقیقا همین داره در ایران هم پیروی میشه. یعنی چی؟ در دوره‌ای که هندوستان مستعمره بریتانیا بود، خیلی کوتاه میگم، نمیخوام وارد بحث تاریخی بشم، مستشاران هندی که یا بزدوران هندی که زیر نظر دولت بریتانیا بودن، همیشه اینها میومدن دو نوع مستشار رو مقابل انتخاب مردم قرار میدادند، هر دو وابسته، ولی یکی خوب یکی بد، یکی بدتر، یکی خوب یکی خوبتر، هر کدوم، یعنی دو گزینه هر دو وابسته که مردم رو ناچار بکنن که یکی از این دو رو انتخاب بکنن. یعنی دقیقا در جمهوری اسلامی همین مسئله داره اهمال میشه، قرار دادن بد و بدتر در کنار هم و اینکه به مردم بگن که راهی نیست، اگه میخوایم بدتر نشه باید بدتر رو انتخاب بکنیم و همینطور نظام تداوم پیدا بکنه، فساد ادامه داشته باشه، گسترش هم پیدا بکنه، بیت المال به کشورهای خارجی بره و آقازاده ها در ناز و نعمت بهشتی رو در خارج از کشور برای خودشون درست کردن و کسانی هم که نرفتن یا میرن و میان، بهشت دیگری رو در داخل ایران برای خودشون با پول مردم
ایجاد کردن. در دوره های ریاست جمهوری اعمال شده، در خاتمی بد و بدتر، در دوره احمدی نژاد و موسوی همچنین، در همیشه بد و بدتر. حالا از فریبی که بیت رهبری احمدی نژاد رو وارد اون کرد بگذاریم، ولی به طور کلی این سیکل باطل داره همیشه میگرده و در حال حاضر خطر چی هست؟ در مورد رهبر جمهوری اسلامی دارن بد و بدتر رو کنار هم قرار میدن تا مهره اصلی بالا بیاد. آقای خامنه‌ای مریض هست. طبق گزارش هایی که هست و بارها در مورد اون گفتیم، آقای خامنه‌ای خودش میدونه که سرطانش قابل علاج نیست و تن داده به این که جانشینی براش پیدا بشه. حتی ممکنه قبل از مرگ ایشون تعیین بشه که چه کسی جانشین خواهد بود. این مهم هست که همه بدونن جانشینان آقای خامنه‌ای چه کسی خواهد بود، تا مردم ایران بدونن که افعی کبوتر نمیزاید. هیچ امامزاده ای از این وضعیت بیرون نخواهد اومد. همه دارن میان لاریجانی ها رو میکوبن. بدتر در مقابل کی قرار هست که روحانی بیاد بالا. حسن روحانی به مراتب خطرناکتر از لاریجانی ها هست. حسن روحانی اگر سابقش رو نگاه کنید، نزدیکیش به علی خامنه ای بسیار بیشتر از بقیه رؤسای جمهوری بوده، منهای دوره بسیار کوتاهی که بین رفسنجانی و در ابتدای رهبر شدن علی خامنه ای. در بقیه مراحل همیشه روحانی نزدیکترین فرد بوده. حتی در کتاب خاطراتش میگه که من منتظری رو از حصر بیرون آوردم. حالا میخوان چه کار بکنن؟ میخوان زمینه رو آماده بکنن که بگن بله، خب اگه رهبر همه یه تقصیرها گردن ایشون بود، خب رهبر اگه رفت چی؟ لاریجانی ها اگر بدن اون نباشه چی؟ روحانی مظلوم واقع شده. روحانی فردی هست که اجازه نداره، وگرنه آدم مثبتی هست. روحانی به مراتب خطرناکتر از لاریجانی هاست. روحانی فردی هست که همانند محسن رضایی یکی از بچه های خودش رو تن داده که بکشن که از کشور فرار کرد. و این موضوع اطلاعاتی هست که خیلی مهمه، خیلی ها نمیدونن این رو. برید سراغ بگیرید یکی از دو پسر آقای روحانی چگونه کشته شد. افرادی که اطلاعاتی هستید و میدونید، این رو به همکارانتون بگید. مسئله ای که فرزند آقای محسن رضایی که خودش تن داد به ترور فرزند خودش در مقابل حفظ قدرتی که داره و ثروتی که داره، همین مسئله رو شخص آقای روحانی هم انجام داده. در نیمه ببینید ما با چه کسانی مواجه هستیم. در مقابل حفظ قدرت فرزند خودشون رو هم قربانی میکنن. اینها هیچ کدوم قابل اعتماد نیستن. خبرهای بهرمانی که به پاواتوده رسیده حاکی از اینه که دولت همین آقای روحانی با کسری 47 میلیاردی بودجه مواجه شده. اومدن چند جلسه اضطراری گذاشتن که چی کار بکنیم با این وضعیت، مخصوصا در شرایط تحریم. نه بدهی میتونن، نه قرضی میتونن بگیرن، نه پولی میتونن جابجا بکنن. از مبالغ هنگفتی که در آمریکای لاتین دارن، از قبل اونجا سرمایه گذاری کردن و پولهای دیگری که در کشورهای دیگه هست که لزومی نداره گفته بشه اینجا. این پولها رو نمیتونن حرکت بدن. ها اومدن چیکار کردن؟ در چنین شرایطی از تعدادی از گروه‌های بانفوذ شیعه عراقی که از وضعیت مالی خوبی برخوردار هستند با افزایش صادرات نفت در عراق، درخواست کردن که در چنین شرایط سختی از اونها حمایت بکنن، که بعید به نظر میرسه بتونن حمایت بکنن، برای اینکه عراق تحت نظارت شدید امریکا قرار گرفته و قرار نیست که اجازه بدن چنین عملی صورت بگیره. اومدن از روسیه و از چین هم درخواست کردن که برای 5 سال نفتشون رو پیش فروش بکنن با هر قیمتی که اونها میگن، ولی کاری بکنن که جمهوری اسلامی از بحران عبور بکنه، که البته چین و روسیه هم پاسخ مثبت ندادن تا اونجایی که ما بدونیم، به این دلیل که از دید افراد داخل جمهوری اسلامی به دلیل نظارت‌های امریکاست که شرکت‌های روسی و چینی حاضر نیستند مجازات بشن، مجازات‌های سنگین با بازار بزرگی مثل آمریکا. ولی در واقع نکته اساسی این هست که اعتمادی نیست به اینکه 5 سال آینده جمهوری اسلامی سر کار باشه، و این رو روسیه و چین هم به خوبی دریافتن. برخی
در خود دوستان پوزش میخوام، با اشکال فنی مواجه شدیم. خیلی کوتاه چند دقیقه مونده در خدمتون باشم، بعد مزاحمتون نمیشم. بحث این بود که در مسئله بازار ارز، یکی از ترفندهایی که میخوان 47 میلیارد دلار کسری بودجه رو با اون جبران بکنن، پولی هست که در خونه های مردمه، دلار خونگی هست. اینا اومدن چیکار کردن؟ اومدن فضایی رو به راه انداختند با تزریق های کم، چند میلیونی که از سلیمانیه و از هرات، هرات بسته شده هنوز، از سلیمانیه قاچاق پول نقد به تهران میره با سختی که با بسته شدن راه های قبلی ایجاد شده. اینها میخوان که با این فضا مردم رو بترسونن که دلار داره، مردم دلاراشون رو میفروشن، پایین میاد، همه چی تغییر خواهد کرد، وضعیت خوب خواهد شد، وضعیت به مراتب بدتر خواهد شد. کشور در حال فروپاشی اقتصادی هست و این مسئله به همه شرکت ها و کمپانی های خود جمهوری، داخل جمهوری اسلامی هم رسیده. مثلا در چنین شرایطی پتروشیمی ها در حال تعطیل شدنه. امروز ما گزارش هایی داشتیم از پتروشیمی های مختلف، از اهواز و آبادان گرفته تا آذربایجان غربی تا مناطق مختلف جنوب، همه داره از کار میفته دیگه. اینها قطعات یدکی ندارن که اگر جایی آسیب ببینه اون رو تعمیر بکنن. خیلی از کارکنانشون رو به خونه فرستادن، بهشون گفتن که مثلا ما ماه دیگه به شما میگیم. تولیدشون رو نمیدونن چی کار بکنن، به دیگه مخازنشون هم پر شده. چنین شرایطی با اکثر شرکت های دیگه هم اون با اون مواجه هستن و حتی کسانی که نمیترسیدن تحت تاثیر تبلیغات جمهوری اسلامی که اتفاقی نخواهد افتاد، همه نگران شدند و میدونن که فروپاشی اقتصادی در راه هست. در چنین شرایطی همونطور که عرض کردم اعتراضات داره زیاد میشه. همه مردم وظیفه دارند که اگر خواهان تغییر هستید، اگر میخواید که ایران وضعیتش بهبود پیدا بکنه، اگر حق خودتون رو میخواید، فرقی نداره کارمند، کارگر، دانشجو، راهی نیست جز این که به این مبارزات بپیوندید و هر چقدر که تعداد مردم بیشتر باشه، انگیزه برای سرکوب بسیار کمتر خواهد شد. سرکوب توسط کسانی که دست کم ناجا داره پرسنلش وارد زیر خط فقر میشه. سپاه بدنش کم کم داره به خط فقر نزدیک میشه و با کاهش بودجه هایی که انجام شده، شک نکنید که سپاه پاسداران هم به مرحله بدنش، به مرحله خط فقر خواهد رسید. اینها انگیزه ای ندارن برای سرکوب و میدونن که رهبران جمهوری اسلامی که مجرم و پدید آورنده چنین شرایطی هستند، قابل دفاع نیستند و نمیتونن این رژیم رو سر پا نگه دارن. باید تن بدن به تغییر، تغییر توسط مردم، برای مردم، برای ایجاد یک نظام دموکراتیک. این شرایط داره آماده و مهیا میشه و به ویژه آمریکا هم برای نخستین بار، همونطور که قبلا گفتم، داره شرایط رو مهیاتر میکنه. خیلی ها میان تحت تأثیر برخی رسانه های جمهوری اسلامی که دائم دارن میگن که مردم تحت فشار قرار میگیرن، فلان خواهد شد، این فشارها به مردم وارد میشه. هیچ راهی نیست. از خودتون بپرسید، نفتی که فروش رفته، پولی که به جیب شما نمیاد، 80% این بودجه به جیب آقازاده ها، مقامات جمهوری اسلامی سرازیر میشه، به گروه های تروریستی خارج از کشور ارسال میشه. آیا این پول ذخیره بشه برای نسل های بعدی، برای فرزندان ما، برای بعد از جمهوری اسلامی، یا اینکه حیف و مل بشه در شرایط کنونی با وضعیتی که ایجاد شده؟ اینها به فکر حتی یک سال آینده نیستند. میخوان هر طوری هست از این بحران عبور کنن، نفت رو پیش فروش بکنن، هر کاری که بتونن انجام بدن برای اینکه خلاص بشن، رها بشن از این بحران. این ما هستیم که تعیین کننده هستیم، مردم هستن که تعیین کننده هستن و راهی هم نداریم. اگر دست روی دست بگذاریم، منتظر باشیم که حالا اهواز شروع کرده، بذار فلان شهر هم شروع کنه، بعد نه. در این راه همه باید پیش قدم بشیم. فردا و پس فردا دانشجوها تظاهرات اعتراضی دارن. هر جا صدای اعتراض رو شنیدید میتونید به اون بپیوندید. کارگران همچنین، برای آزادی کارگران زندانی، برای آزادی دانشجویان زندانی، همه این اعتراضات راهی نیست جز اینکه به هم پیوند بخوره. فعلا مغز و بازو، دانشجو و کارگر به هم پیوند خوردن، لازمه که بقیه مردم
این پیکره رو کامل بکنند، پازل تغییر به طور کامل ایجاد بشه. پاینده باشید.